نکات کلیدی در گفتگوی مؤثر زن و شوهر. سلام دوستان عزیز، با چینل یوتیوب ما خوش آمدید. باز هم با یک ویدیوی جدید و مهم در خدمت شما هستیم. امید است تا اخیر ما را همراهی کنید و اگر بیننده جدید هستید و تا حال چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، دکمه سابسکرایب را فشار داده و علامت زنگوله را فعال سازید تا از ویدیوهای جدید ما بهره مند شوید. مردانی که داشتن زندگی مشترک ایدئال و شاد برایشان حائز اهمیت است، وقت ویژه‌ای را برای گفتگو با همسرشان در نظر می‌گیرند. در این فرصت مرد می‌تواند از عمیق‌ترین احساسات همسرش آگاهی پیدا کند. گفتگو فرصت مغتنمی است که مردان می‌توانند از طریق آن به نیازهای همسرشان آگاهی یافته و بیاموزند که چگونه آنها را پاسخ دهند. در این ویدیو نکات پیرامون روش‌های توجه کردن از طریق گفتگو را برای شما عزیزان خواهیم گفت. اول، گفتگوهای دوران نامزادیتان را به یاد آورید. امروز هر دوی شما نیاز دارید که بسان آن روزها علاقه شدید و احساسات درونیتان را با همان کیفیت روزهای آغازین آشنایی با یکدیگر ابراز کنید. دوم، گفتگو پیرامون نگرانی ها و احساسات درونی از اصلی ترین نیازهای زنان است. آنها دوست دارند که از سوی فردی مورد توجه قرار گرفته و پای درد دلشان بنشینید. سوم، آقای عزیز، اگر شغلتان بگونه است که برای مدت طولانی بیرون از منزل هستید، لطفاً کار خود را عوض کنید. اگر تغییر شغل برایتان مقدر نیست، سعی کنید پس از بازگشت به خانه صمیمیت و نزدیکی از بین رفته را بار دیگر بازسازی کرده و ساعاتی از روز را که از همسرتان دور بوده اید با توجه و ابراز محبت به او جبران کنید. چهارم، 15 ساعت گفتگو در یک هفته را به یک عادت دائمی تبدیل کنید. در طول این مدت به گونه بی قید و شرط توجه کامل خود را به او نشان دهید. برای گردش به بیرون بروید، اما مراقب باشید که هیچ چیز مانع از توجه شما به یکدیگر نشود. پنجم، هرگز فراموش نکنید که زنان از طریق گفتگو و دریافت محبت و توجه هست که عاشق می شوند و عاشق مرد می مانند که این نیاز آنها را برای همه عمر به گونه شایسته پاسخ دهد. ششم، در هنگام گفتگو هرگز پیرامون مسائل مالی صحبت نکنید. برای بحث در مورد مشکلات و مسائل خاص زندگی وقت دیگری را اختصاص دهید. هفتم، هرگز از گفتگو برای تنبیه، تمسخر، توهین و طعنه زدن به یکدیگر استفاده نکنید. گفتگو باید سازنده و مفید باشد، نه منفی و مخرب. هشتم، هنگام گفتگو هرگز سعی نکنید که عقاید و نظریات شخصیتان را به همسرتان القا کنید. به احساسات و نظریات او احترام بگذارید، بخصوص هنگامی که عقاید او را در مقابل عقاید خود میبینید. نهم، در این گفتگو هرگز اشتباهات گذشته یا خطاهای فعلیش را بر سرش نکوبید. دهم، در حین گفتگو سعی کنید علایق مشترکتان را گسترش دهید تا موضوعات بیشتری برای گفتگو با یکدیگر داشته باشید. یازدهم، سعی کنید در گفتگوهایتان تعادل را برقرار سازید. هرگز صحبت همسرتان را قطع نکرده و به او هم فرصت حرف زدن بدهید. دوازدهم، از این گفتگوها در جهت افزایش شناخت و آگاهیتان از احساسات و اندیشه های همسرتان بهره بجوید. هنگامی که نیاز همسرتان به گفتگو را برآورده می کنید، علاوه بر آن که می توانید احساسات یکدیگر را بیشتر درک کنید، می آموزید که چگونه دیگر نیازهای یکدیگر را نیز برآورده کنید. این روش به شما کمک می کند تا عشق شما نسبت به یکدیگر افزوده شود. به یاد داشته باشید که آشنایی با مهارت های گفتگوی مؤثر به شما کمک می کند که سازگاری و تفاهم بیشتری با یکدیگر داشته باشید. خب دوستان عزیز، این بود ویدیوی امروزی. اگر از ویدیو خوشتان آمد، لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید.